با نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی یمن در نیم قرن گذشته می توان دریافت که این کشور همواره از وضعیت بد اقتصادی رنج می برده است اما بدون شک بعد از آغاز حمله ارتش عربستان و همپیمانانش به این کشور و محاصره زمینی هوایی و دریایی یمن وضعیت یمن به شدت وخیمتر شده و در آستانه بحرانی انسانی قرار گرفته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد یمن از سال 2015 میلادی با بدترین بحران انسانی در سطح جهان دست به گریبان است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد بیش از 23 ممیز 4 میلیون نفر یعنی حدود 3 چهارم جمعیت یمن از جمله 12 ممیز 9 میلیون کودک یمنی نیازمند کمک های انسانی هستند. و حدود دو ممیز دو میلیون کودک هم به سوء تغذیه شدید دچار هستند این در حالی است که یمن بیش از 90 درصد از نیازهای اساسی خود را از خارج کشور وارد می کند امری که با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت کالاها مشکلات یمن را دوچندان کرده است در همین راستا یونیسف اعلام کرده 540 هزار کودک یمنی زیر پنج سال از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و بیش از 17 ممیز 8 میلیون یمنی از جمله 9 ممیز 2 میلیون کودک هم از آب سالم و خدمات درمانی محروم هستند. سازمان پزشکان بدون مرز هم پنج دلیل برای افزایش میانگین سوء تغذیه در میان کودکان یمنی برشمرده که عبارت است از کاهش توان شهروندان یمنی برای پرداخت هزینه غذا دشواری دستیابی به خدمات ابتدایی پزشکی فقر و شرایط معیشتی ناپایدار نبود آگاهی های پزشکی و درمانی و کمبود کمک های انسانی سامان نجات کودکان هم در 29 دسامبر گذشته اعلام کرد یمن در مرتبه دوم فهرست هشت کشوری قرار دارد که از نبود امنیت غذایی رنج میبرند و شمار افرادی که در این کشور از سوء تغذیه رنج میبرند طی دو سال گذشته از سه ممیز 6 میلیون نفر به 6 میلیون نفر افزایش یافته یعنی شاهد افزایش 66 درصدی آمار این افراد بوده این بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد شمار کودکانی که از سال 2015 میلادی قربانی جنگ یمن ام از کشته و زخمی شدند به 11 هزار کودک رسیده و بیش از 3700 کودک هم جان خود را از دست دادند یعنی در هر روز چهار کودک قربانی جنگ شده است یونیسف اعلام کرده برای پاسخگویی به بحران انسانی در یمن طی سال جاری نیازمنده 484 ممیز 4 میلیون دلار است. علی اکبری اخبار شیعه